More pain was that study. خب این جلسه بدون پن قرار کار کنیم. بیچاره شدیم. اوکی. هیچی نیه. هیچی. پن از کجا بگیریم حالا؟ اینجا که پن نیست و حالا اوکی میکنم. آقا بریم سراغ ادامه درس. من نمی نویسم اینجا هست چیزی. بریم سراغ ادامه درس. پس آقا اینو میخواستم بگم که ما تک برچه ای داریم و چند برچه ای داریم که اون هر برچه ممکنه یک تخمک داشته باشه، ممکنه چند تا تخمک داشته باشه. اوکی پس تک برچه ای و چند برچه ای هست، ممکنه یه تخمک داشته باشه یا چند تا تخمک داشته باشه داخل خودش. اوکی خب بیاین پایین. میگه چند برچه ممکن است فضای مادگی با دیواره برچه ها از هم جدا شوند. هر برچه شامل کلاله، خامه و تخمدانه که کلاله بخش متورم انتهایی بود، خامه اون میله بود و تخمدانی توپل اون قسمت انتهایی بود. انتهای خامه معمولا متورم و چسبناکه و کلاله نام داره. اوکی خب حالا ما گل کامل و گل ناکامل رو میایم بررسی میکنیم. گل کامل گلی که هر چهار حلقه رو داشته باشه، گل ناکامل گلی که یک یا چند از عدد از این حلقه ها رو نداشته باشه. ممکنه دو جنسی باشه، ممکن تک جنسی باشه. هر کی دو جنسی کامله، سوال، هر کی دو جنسی کامله. صدای من الان خوبه؟ صبر کن صبر کن صبر کن صبر کن صبر کن صبر کن. صدای من الان خوبه؟ صدا اونایی که مشکل داشتن اوکی صدای من خب اوکی. آقا حالا این سوالو بریم. ممکن کلاله نداشته باشه؟ نه نه کلاله باید داشته باشه. ممکنه یکی از این چهار حل، آره ممکنه کلاله هم نداشته باشه دیگه. اگه مادگی نداشته باشه کلاله هم نداره یه گل. خب سوال اینجا پیش میاد، هر کی دو جنسیه کامله؟ هر کی دو جنسیه کامله؟ گفتیم نه، هر کی دو جنسی کامل نیست، ممکن دو جنسی باشه. اوکی جنس نر و ماده رو داشته باشه ولی گل برگ نداشته باشه، کاس برگ نداشته باشه. هر کی کامله دو جنسیه، ولی بله هر کی کامله دو جنسیه. این پایین زیرش نوشتم، نکته نوشتم. بعد اینا که دو جنسی هم میتونن خود لقایی داشته باشن، یعنی خودشون خودشونو بارور کنن. خب حالا من اینجا نکته های چیزی که میگم و نوشتم، جزوه فصل 8 و 9 مثل جزوه فصل 7 بسیار جزوه کاملیه، یعنی خیلی خیلی کامله و نکات کلی که من باید مینوشتم و داخل خودش دار. جلسه قبلا بهتون گفتم این جزوه به خاطر اینکه پارسال تو شرط کرونا نوشته شد و روش ضبط میزدیم خیلی جزوه کاملیه. گل تک دو جنسی مثل آلبالو دو جنسیه و اینجا من اینو میخواستم بهت بگم که نتونستم بنویسم. یه گیاه آلبالو دو جنسی و کامل، هر گل 6 تا گل برگ داره. اینجا نگاه کن این گلو نگاه کن، یه دونه از گل برگا هست اومده به سمت بالا. این پایین بین این دوتایی که پایین پایین قرار گرفتن، پایین پایین سمت چپ و پایین قرار گرفتن، یه گل برگ اومده جلو این شکلی. میبینی 6 تا حلقه داره. آفرین. حالا که 6 تا 6 تا گل برگ داره، من تک لپه اینو در نظر بگیرم یا دو لپه؟ من اینو تک لپه باید در نظر بگیرم. یکی دیگه گفت ریشش افشونه. خب دیگه این تک لپه اینو در نظر میگیرم. اوکی اینو تک لپه در نظر میگیرم. خب بیا پایین، بیا پایین اینجا. پس من اینجا نوشتم گیاه آلبالو دو جنسی و کامل است و هر گل دارای 6 عدد گل برگه. حالا توی جنبندی گیاهی هم بهت میگم، تو جنبندی که دارم برات میذارم به کدوم دلایل دیگه دولپ پس دلیل بیاره ببینم دولپ بودن اینو. برگ میبینی اینجا؟
اینجا هم خیلی واضح نیست. مثلا میگه الان آلبالو میخوره دونش تک لب پسی جوره دوتا نمیشه. این یک دو میگه نوشته بود مذهبی از پنج از شکل کتاب واضح نیست. شکل کتاب تو واقعا واضحه. برگش که موازیه و برگش موازی باشه که تک لب پس دیگه. ریشه افشون تک لبه. اینجا تا پیدا کنم یه سال طول میشه تکلب هستی اصلا من این بحث داری چیه. خب به اینجا تک لپه جلوش می نویسید 6 عدد گل برگه تک لپ هست. برگش چجوری؟ برگش رگ برگش موازیه، موازی باشه تک لپ هست. خب حالا یک گیاه دیگه میایم بررسی کنیم تو کتاب درسی ما به اسم گیاه کدو. کدو نر و مادهش با هم متفاوت. کدوی نر با کدوی ماده با هم متفاوت. گلبرگ های اینا رو نگاه کن. گلبرگاش اولا به هم متصلن، گلبرگ های جدا جدا ندارن، گلبرگشون به هم متصلن. این یک مورد. یک مورد دیگه این که جنس نر با جنس ماده کاملا با هم متفاوته. جنس اون کدویی که بچه ها میخورین کدوی نره یا کدوی ماده است که شما میخورین. من کدو نمیخورم ولی خب شما که میخورین کدوی نر رو میخورین یا کدوی ماده رو؟ کدوی ماده رو میخورین. ماده است که اون تخمدان داره، اون تخمدانش خوردنی میشه. اوکی نره خوردنی نیست، نره خوردنی نیست، اون ماده خوردنیه. اوکی کلال خام تخمدان هم بعد اینجا نگاه کنید، تخمدان خیلی بزرگی داره اون پایین. و این از این. پس کدوی ماده خوردنیه. کدو نرو... کدو دیگه خودلقاهی نداره، نمیتونه خودش رو باربر کنه. کدو خودلقاهی بچه ها نداره. میگه در گیاه در کدو گلهای نرو ماده از هم جدان، گلبرگا با هم متصلن. هر گل سه تا حلقه داره، یکی از این حلقه های نر یا ماده رو نداره. خب بنابراین ناکامله و نمیتونه خودش رو باربر کنه. واسه همین نشستم خودلقاهی نداره، خودش رو باربر نمیکنه. بچه‌ها داخلی تری حلقه یا پرچمه یا مادگیه، ولی دو جنسی ها داخلی ترین حلقه همیشه مادگیه. دو جنسی ها داخلی ترین حلقه همیشه مادگیه. تک جنسی ها داخلی ترین حلقه میتونه مادگی باشه، میتونه پرچم باشه. نوشته در ادامه کدو از روش و تختان به وجود میاد، بنابراین میوهش حقیقیه که آخر گفتار بعده میوه ها و فلان. این هم شکل کلال خام تختان که تو اون برگه آسمون هم بود. خب اما تشکیل سلول های جنسی میگه میدونیم در طول مثل جنسی از لقاح سلول جنسی نر با سلول جنسی ماده تخم ایجاد میشه. حالا گامت نر تو جدول جلسه قبلم به تو گفتم تو بعضی گیاهان مثل خزه و سرخس تاجک داره. گامت نر تو بعضی گیاهان مثل خزه و سرخس تاجک داره، فقط نر و ماده نه، و باید خود شنا کنه تا خودش رو برسونه. میگه تو قطرهای آب یا رطوبتی که سطح گیاه پوشونده شنا. آیا این به این معناست که مثال این خزه نر، این خزه ماده، خزه هم مثلا 10 سانت تقریبا میتونه طول داشته باشه، آیا این به این معنی است که گامت نر از این بالا شنا میکنه میاد پایین، میاد پایین ولی 10 سانت رو خاک میاد دوباره 10 سانت میره بالا، میره بالا؟ آره 30 سانت شنا میکنه. آیا گامت نر خزه اینقدر میتونه شنا کنه؟ 30 سانت میتونه شنا کنه؟ یه تیکم رو گل و خاک و اینا میتونه شنا کنه؟ نه، این خیلی طول میکشه. اگه هدف داشته باشه شنا میکنه، ولی نه این کارو نمیکنه. در واقع شنا کردنش این شکلیه که مثال آقا این نر بود، یه قطره بارون میخوره اینجا،
قطره بارون میخوره اینجا، یه تعدادی گامت نر میرن تو قطره بارون، بعد قطره بارون که خورد اینجا شپلق پخش میشه این ور اون ور. ممکنه این قطره بارونی که خورد اینجا پخش بشه بیاد بیفته رو قسمت مادگی، بیاد بیفته رو قسمت ماده، یعنی قطره بارون از اینجا بیفته این ور، یه تعدادی گامت رو خوش از این ور برده بیاره اینجا. حالا اگه افتاده باشه اینجا یه سانت میتونه شنا کنه، یعنی نه اینکه 30 سانت شنا کنه خودشو برسونه. خب میگه در قطره آب یا رطوبتی که سطحی که پوشونده، خزه ها باید تو قسمت هایی از کره زمین رشد کنن که رطوبت بالاست. ویکیپدیا آلبالو میگه دولت پس یعنی 6 تا گل برداره. شاید هم دولپس یه دولپسی از از علمی دولپس، پس این شکل چیه؟ شکل کتاب من واضح نیست بچه، کتاب درسی جلوتونه؟ کتاب درسی جلوتونه؟ این شکل رو ببین دولپس، ببین چند تا گل برداره. هفتا من نمیدونم آخه تو این شکل گل آلبالو گل برگ آلبالو نه تا پنج تا شما کتاب جلوتونه، پی دی اف داغونه، من نمیتونم دور این پی دی اف ببینم. این آلبالو 1 2 3 4 5 تا خب مرض داریم اگه شکل داغون بذاریم. این آلبالو دیگه این که 6 تا داره، 6 تا است قابل تشخیص نیست. این آلبالو گیلاس هیچ اوکی. اینجا طبقه این دولپ هستی کلان خاصی نمیتون بید. شکل کتابتون آدم رو به اشتباه میزه، نمیدونیم. میگه ما داریم آلبالو میخواییم نگاه کنیم، برو نگاه کن ببین چند تا شکوفه داره، یعنی شکوفه هاش چند تا گل دارن. شکل کتاب فکر کنم گیلاس نه آلبالو.
مثلا اون گیلاس تو داری میگی، این آلبالوه. اوکی، دو لپه در نظر میگیریم. حالا تا دو لپه فعلا در نظر میگیریم، تو من این خودم نگاه کنم دیگه ببینم مشکل شکل چیه، شاید شکل رو اشتباه گذاشته. خب شاید شکل رو اشتباه گذاشته ولی میبینیم اینو کتاب درسی. خب نه، تفاوت گیلاس آلبالو مشخصا نمیدونه، 100% نمیدونه. یعنی تو انتظار داری اصلا نویسنده کتاب فرق گیلاس و آلبالو بدونه؟ این دو لپه تک لپه بودنش رو فعلا دو لپه در نظر بگی تا بعد یه سری نظرات فرسته ببینم چیه. یکی عکس گل رو فرستاد بکنم. گل بر... آها، برگش بچه ها چیزه موازی نیست، یعنی منشعبه و دو لپه است قاعدتا. میگه تو کتاب 5 تاست. فعلا بچه دو لپه یک، فعلا دو لپه در نظر بگیر، فعلا دو لپه در نظر بگیر. انقدر شکل عجیب غریب بسن فرستادین. خب برای صدی گلبر دو لپه مذر دو یا پنج نبود. ببین اوکی، دو لپه مذر دو یا پنج. فاطمه دو لپه مذر دو یا پنج حله. الان تک لپه هم مضرب 3، 6 هم مضرب 2 هم مضرب 3. تو میگی انگار 8 تاست. داخل ترین ماده دو جنسی چیه؟ چی؟ داخل ترین حلقه دو جنسی مادگی. هشت. آه شکل مشخص گیر ندین، الان گیر ندین. حالا همه چی رو پیدا کردم، فقط مونده این. به قول ما گل پایگانی های ضرب المثل داریم، همه کارامونو کردیم، فقط مونده فلان کردن خرمون. رد شیم آقا، بریم سراغ ادامه، بریم درس خودمون. حالا یا تک لپس دو لپس دیگه، شکل کتاب مشخص نیست. خب رگ برگ هاش ولی منشعبه، واسه اینکه رگ برگش منشعبه ما در نظر میگیریم که دو لپه هست. بریم بریم. خب این گامت خزه رو داشتم میگفتم، گامت نر خزه که تاجک داره، اما گامت نر دیگه توی مثلا نهاندانه ها دیگه تاجک ماجک نمیخواد، تو لوله گرده داره حرکت میکنه دیگه، تاجک میخواد چیکار؟ یه لوله تشکیل شده مستقیما به سمت گامت ماده، خودش رو به راحتی میتونه رسونه به گامت ماده. میگه کیسه های گرده وجود داره توی بساط، سلول کیسه برگ دولاده دیپلویده و از تقسیم میوزشون 4 تا هاگ یا 4 تا گرده نارس به وجود میاد. 4 تا هاگ یا 4 تا گرده نارس وجود میاد. تو نقاشی دیروز هم گفتم اینو بهت. هر کدوم از اینها میتوز انجام میدن و دانه گرده رسیده میسازن. که دانه گرده رسیده دو تا دیواره داره. یه دیوار خارجی، یه دیوار داخلی، یه سلول زایشی، یه سلول رویشی. اینجا انگار سلول زایشی و رویشی رو از هم جدا کشیده بچه‌ها. سلول زایشی و سلول رویشی رو مثلا زایشی این بنفشه در نظر گرفته و رویشی اون قهوه‌ای کنارش در نظر گرفته. اوکی، زایشی بنفش و رویشی قهوه‌ای کنارش در نظر گرفته. شما باید بدونی دانه گرد رسیده با چی به وجود میاد، نارس با چی. این یه مورد. یه مورد دیگه این که
اینجا کیسه گرده سوال بچه ها میدونم میپرسن کیسه گرده چند تاست. الان اینجا نگاه کن، کیسه گرده تو این شکل به نظر دوتا میرسه. خب در حالی که اگه یکم بیایم پایین تر، یکم بیایم پایین تر، پایین پایین بسته نشی، بیایم پایین اینجا تو این شکل سمت راست، این اینجا کیسه گرده چهار تاست. خب من چهار تا در نظر بگیرم عبیری یا دو تا در نظر بگیرم؟ گیاه به گیاه با هم فرق میکنه، گیاه به گیاه با هم فرق میکنه. اوکی این است. قسمت ماده رو هم نگاه کن، آلبولو 8 یا 9 تا داره، حالا بیخیال شیم الان فعلا. دو تا دیواره داریم میبینیم، دو تا دیواره داریم میبینیم واسه تخمک و اینکه میوز انجام میده، چهار تا سلول به وجود میاد، سه تا از اینها از بین میره، یکی باقی میمونه که اون یکی که باقی میمون سه نسل میتوز انجام میداد و هفت تا سلول و هشت تا هسته میساخت. یه سلول اسمش میشد سلول دو هسته ای، یه سلول اسمش میشد سلول چی؟ میشد سلول تخمزا. یه سری سلول عجیب غریب دیگه هم داشتیم که ما فعلا باهاش کاری نداریم. خب اینجا شرح مابقا توضیحات دیروزی که گفتم به تو اینجا هم اومدم نوشتم که توضیحات دیروز چی هست، یعنی کامل توضیح دادیم. نکته ها رو بخونم، یه چیز عجیب جامونده بگم. سلول دانه گرده نارس و همچنین سلول زایشی و رویشی همه هاپلویدن. خب اوکی، دانه گرده نارس پس از میتوز سیتوکینزی نابرابر انجام میده. حله. و سلول رویشی مقدار بیشتری سیتوپلاست دریافت میکنه. بله دیگه دیدیم که سلول زایشی در واقع رفت تو دل سلول رویشی. حالا یه بیشتر رو بدانید گذاشتم اینجا از لحاظ علمی. سلول زایشی و رویشی دیوار خاصی دارن که از جنس سلولوز نیست و کمی بعد از تشکیل این دیواره دیواره اطراف سلول زایشی تخریب میشه، سلول زایشی در سیتوپلاسم سلول رویشی قوطه ور میشه. اینم بگم که با مراجعه به چندین کتاب مرجع نوشتم، بین کتاب مرجع محققان هنوز اختلاف نظر هست در این رابطه. مثلا ما خیلی علم و زیاد علکی، مثلا ما خیلی فقط. خب میگه سلول زایشی و رویشی به دلیل اینکه حاصل تقسیم میتوز هستن، ماده وراثتی و ژنوتیپشون مشابهه. زایشی و رویشی، سلول رویشی پس از رها شدن هاگ از بساک، این هاگ رو خط بزن، هاگ رو خط بزن تو نقطه چهار، هاگ رو خط بزن، بنویس دانه گرده رسیده، این هاگ رو خط بزن، بنویس دانه گرده چی؟ عبیری 5 ساله از ساری گرده، دارم با موس چیز می‌نویسم، کیبورد، گرده رسیده از بساک آزاد میشه، من میچسم به کلاله، در مادگی رشد میکنه، لوله گرده رو میسازه. این رشد میتوز نیست، گفتم سلول رویشی رشد میکنه، میتوز نیست، افزایش حجم سیتوپلاسم میده. سلول زایشی توی لوله گرده تقسیم میتوز انجام میده. بچه تو رو خدا این نکته خیلی مهمه، سلول زایشی توی لوله گرده تقسیم میتوز انجام میده، خیلی مهمه این. بعد دو گامت نرو میسازه، گامت نر تو دانه گرده دیده نمیشه، فقط تو مادگی، تو رو خدا اینو حواست باشه، فقط تو مادگی. نکن سلول زایشی، اینا سلول زایشی توی لوله گرده تقسیم میتوز انجام میده، دو تا گامت داره میسازه، توی لوله گرده این اتفاق میفته. در نهاندانگان دانه گرده نارس همون هاگ نر هست، اوکی، که تک سلولی هن و حاصل میوز و آپلوید هن. دانه گرده رسیده دو سلولی محصول میتوزه، دیوار خارجیش منفذ داره یا صافه یا تزیینات خاصی داره. خب
اون چیزی که از بساک آزاد میشه دانه‌گرد رسیده است، نه هاگ، همون چیزی که غلط داشتم بالا اصلاحش کردیم. اونی که آزاد میشه حاصل میتوزه، نه حاصل میوز. اونی که آزاد میشه دو سلولیه، سلولزای شروعیشی داره، دو تا پوسته داره. این نکته 7 خیلی مهمه. دانه‌گرد رسیده کلروپلاست و فتوسنتز و اینا نداره، پس دیگه توانه فتوسنتز اینا واسهش تعریف نمیشه. دیواره دانه‌گرد رسیده سلول نداره، دیوارهی که میگفتیم صاف یا تزئینات خاصی داره و منفذ دارن همشون، سلول نداره، پس دی ان ای و ژن واسه دیواره بررسی نمیشه. در گیاهان برخلاف جانوران بجز زنبور نر، اسپرم حاصل مستقیم تقسیم میتوزه، واسه همین عدد کروموزومی اسپرم با سلول زایندهش یکیه تو گیاهان. اوکی، دیگه گیاه میخواد گامت بسازه تترادو کراسینگوورو از این شروورا که ما تو فصل 6 گفتیم نداره. خب تترادو کراس مخصوص تولید هاگ هست، اونجایی که مادر هاگ نر و ماده میخواد میوز انجام بده، اون سلول فقط میتونه کراس و تترادو اینا داشته باشه. دیگه برای تولید گامت ما تتراد کراس نداریم، برای تولید هاگ هست که تتراد کراس داریم. نکته 10 نوشتم این مطلب رو. خب حالا میگه تخمدان که به صورت صفحه بعد به صورت بخشی متورم در گل دیده میشه، محل تشکیل تخمک هاست. تخمک پوششی دولایه دارد، سلولای دیپلویدو در بر میگیره و به مجموعه این سلول میگن بافت خورش، پارانشیم خورش. یکی از این سلول خورش بزرگ میشد و میوز انجام میداد و سیتوکینز عجیب غریب، یه سلول باقی میموند، چهار تا سلول، سه تا سلول از بین میرفت. خب اون یه سلولی که باقی میموند تقسیم رشتمان یا میتوز انجام میداد و ساختار یا میسازه به اسم کیسه رویانی. کیسه رویانی تخمزا سلول دو هسته ای و 5 عدد سلول دیگه کیسه رویانی میسازن که در لقاح اینا میگه شرکت میکنن. خب چیه شرح مابقی که توضیحات دیروزه؟ بیپاییم نکته داریم. در روند صفحه 11 نکته آخر صفحه، در روند تبدیل یکی از سلول خورش به هاگ میوز اتفاق افتاده که در این مرحله در تخمک فقط همین سلول مادر توانی تشکیل تترادو کراس رو نداره، بقیه سلول خورش در هیچ زمان دیگه میوز و تترادو کراس نداره، فقط یکی از سلول خورش تتراد میده، بقیه نه. تمام سلول داخل کیسه رویانی ژنوتیپشون مشابهه. چرا؟ به خاطر اینکه همه از میتوز به وجود اومده. آقا سلول حاصل میوز، سلولای حاصل میوز ماده ژنتیکیشون میتونه متفاوت باشه، ولی سلولای حاصل میتوز ماده ژنتیکیشون متفاوت نیست. سلولهای حاصل میتوز ماده ژنتیکیشون متفاوت نیست بچه ها. اوکی، سلولایی که تو کیسه رویانی هن ماده ژنتیکیشون یکیه، همه سلولای کیسه رویانی هاپلویدن، حتی سلول دو هسته‌ای دو تا N بود. نکته 3، توی تخمدان، آها این نکته هم داستان قشنگ شد، این نکته قشنگه. توی یه تخمدان گفتی ممکنه یه تخمک باشه، ممکنه چند تا تخمک باشه. تخمک ها که مثل هم، ولی وقتی میخوان میوز انجام بدن سه تا سلول از بین میرفت دیگه، یه سلول باقی میرفت. منو نگاه. آقا تخمک، دو تا تخمک داری، یکی ماده وراثتیش هست آی بزرگ بی بزرگ، اون یکی هم ماده وراثتیش هست آی بزرگ بی بزرگ، بس مثل هم تا اینجا. حالا این میوز انجام میده، این هم میوز انجام میده، یکی از این چهارتا اینجا باقی میمونه، یکی از این چهارتا اینجا باقی میمونه. ممکنه سمت چپیه
از آی بزرگ بی بزرگ آی بزرگش باقی بمونه. کیسه رویانی که میسازه سلو تخمزا و دو هسته یا همه چیزایی که میسازه همه آی بزرگ باشن. ممکنه این کیسه این تخمکه میوز انجام میده بی بزرگش باقی بمونه و هاگ بی بزرگ باقی بمونه، همه سلوی تو کیسه رو یعنی تخمزا و دو هسته اینا همه بشن بی بزرگ. یعنی ممکنه سلوهای مادر هاگ ماده مثل همن، خب وقتی میوز انجام میدن ماده سلوهای متفاوتی به وجود میارن، در اصل میوز سلوهای متفاوت وجود میاره. حالا از اون که یکی باقی میمونه، ممکنه اینجا آی بزرگ باقی بمونه، ممکنه اینور بی بزرگ باقی بمونه. واسه همین قرار نیست که محتویات داخل این دونه با محتویات داخل این یکی دونه شبیه هم باشه. یعنی تو یه سیب و گاز میزنی توش مثال 10 تا دونه هست، مثال زن 10 تا دونه هست، این 10 تا دونه رو که در میاری ممکنه متفاوت باشن، ممکنه هم شبیه هم باشه. اوکی، ممکنه متفاوت باشن، ممکنه هم شبیه هم باشن. یعنی قرار نیست توی دو تا دونه‌ای که کنار هم قرار گرفتن شبیه هم باشن. چرا؟ چون هر تخمکی مسیر میوزه متفاوتی رو پیش میره و هر تخمکی با یه اسپرم جدا لقاح انجام میده. اوکی، گرفت داستانی؟ پس قرار نیست که هاگ ها و سلوی کیسه رویانی و گامت ها این همه ژنوتیپشون یکسان باشه، میتونه متفاوت باشه. هله، میتونه متفاوت باشه. نکته 4 نوشتم، در گیاهان گامت در اثر میتوز به وجود میاد و ژنوتیپش با سلول مولدش یکیه. خب اما گرد افشانی چجوری انجام میشه؟ میگه با شکافتن دیواره بساک و گرده ها آزاد میشن. گرده ها منظورش رسیده است نه نارس. دیوار خارجی گرده رسیده منفذ داره. ببین کلا لفظ گرده به کار ببره تو کتاب درسی منظورش گرده رسیده است. خب نارس و آدم حساب نمیکنه. کلا کتاب درسی بیسیک گذاشته کلا گرده شنیدی رسیده بگیر. خب حالا میگه ممکنه صاف باشه، ممکنه تزیینات خاصی داشته باشه، ولی همشون منفذدار هستن. این تزییناتش رو داریم میبینیم خار داره. اوکی، دانه گرد رسیده حالا چجوری جابجا میشه؟ با باد، با آب، با جانوران پخش میشه. به انتقال گرد رسیده از بساک به کلاله میگن گرد افشانی. اگه گرد رو بپذیره وایسا، یعنی چی اگه گرد رو بپذیره؟ یعنی ممکن گرد رو نپذیره، یعنی زرشک. قرار نیست که همیشه گرد رو بپذیره که. یعنی چی؟ یعنی عبیری اگر مثال درخت پرتقال گردش آزاد شد رفت نشست رو درخت چه میدونم هلو، نباید بچه دار بشن، نباید لقا انجام بشن، اصلا نباید بپذیره که بخواد لقا انجام بده، اصلا کلاله نمیپذیرتش. یعنی کلاله، رفتار کلاله با گرده شبیه رفتار قفل و کلیده. خب یعنی باید حتما شکل سبودیشون با هم مچ بشه این بتونه اینو بپذیره. اگه با هم مچ نشه اصلا نمیپذیره اینو، نمیره داخلش. خب نمیره تو. میگه سل رویشی اگه بپذیر رشد میکنه، از رشدش لوله گرده تشکیل میشه. لوله گرده میره تو بافت کلاله و خامه و همراه با خودش دو اسپرم را که از تقسیم سلول زایشی در سلول زایشی کجا؟ در لوله گرده ایجاد شده به سمت تخمک و کیسه رویانی. ما اینجا اگه دوباره نگاه کنیم میبینیم 4 تا کیسه گرده داریم تو این شکل. میبینی؟ جلبک اونجا 2 تا بود، اون یه شکل دیگه بود 4 تا بود، فرم کن. خب الان یه تخمدان داره که یک چیز داره، یه تخمک داخلش هست. تخمک هم اگه نیا کنی با یه دیواره وصل شده، با یه پوسته وصل شده به دیواره تخمدان. بعد سلول رویشی، سلول زایشی، سلول رویشی اگه نیا کنی تو دل سلول زایشی. اوکی، میده پایین. خب
میگه از آمیزش یکی از اسپرم ها با سل تخمزا تخم اصلی اول تشکیل میشه، که من عبیری جلسه قبل بهت گفتم که آقا تخم اصلی با رویان فرق میکنه. تخم اصلی یه چیزه، میتوز انجام میده، یکی از سلولاش میشه رویان، یکی میشه اتصال دهنده رویان به پوست دانه. خب اینو بلدی. اسپرم دیگه وصل دو هسته ای آمیزش میکنه که تخم زمیمه به وجود میاد. آیا تخم زمیمه همون اندوسپرم بود؟ نوچ. گفتم تخم زمیمه میاد باقی مونده پارانشیم خورش رو میخوره، بد میشه اندوسپرم همزمان با میتوز، بد میشه اندوسپرم. این بافت از سلول پارانشیمیه، پارانشیمی ساخته شده نه بابا، و ذخیره غذایی برای رشد رویانه. آره دیگه، ذخیره غذایی اندوسپرم سنه. همونطور که دیدید دو تا لقاح رخ میده، واسه همین بهش میگن لقاح مضاعف. اگر هسته یه تخم زمیمه تقسیم بشه اما سیتوپلاسم تقسیم نشه، اون وقت اندوسپرم میشه مایع، مثل شیر نارگیل. نارگیل هم مگه شیر میده؟ در حالی که بخش پس نارگیل ها جز پستاندارا محسوب شده، پرده مننج دارن، لوله گوارش، گردش خونه بسته، قلب چهار حفره. در حالی که بخش گوشتی و سفید رنگ نارگیل، بخش گوشتی و سفید رنگ نارگیل، گوشتی هم نیست ها، میدونی من چجوری گوشتی بهش میگم، ولی خب گوشت سفید رنگ عجب، در اون دانه است که در آن تقسیم سیتوپلاسم انجام شد. این نارگیل چه گیاه پر نعمتیه، هم شیر میده هم گوشت سفید رنگ داره. خب واقعا بدمزه است، چیه؟ قرار نیست هر گوشت خوشمزه باشه. میگه نکته یک تشکیل گامت نر در حلقه چهارم گل کامل رخ میده، نه حلقه سوم. شل زایشی تو حلقه سوم داره تشکیل میشه و تو بساکه، ولی تولد اسپرم تو مادگیه، تولد اسپرم تو مادگیه. تأکید میکنم حتما یادتون باشه تولد گامت نر با تقسیم میتوز سلول زایشی در لوله گرد است. قشنگ بیچارمون کرد، در لوله گرد. توی مادگی میتوز انجام میشه و اسپرم تولید میشه ها، جلبک ها دقت کنید، به خدا بیاد تو تست اشتباه بزنی. نکته دو رو میکنم تو کلت. میگه ما بیرون از مادگی اسپرم نهاندانه هیچ وقت نمیبینیم. نکته سه، حاصل لقاح یکی از اسپرم ها با تخمزا، تخم دیپلویده، که بعدا میتوز میکنه و میشه رویان و اتصال دهنده رویان به پوست دانه، و حاصل لقاح اون یکی اسپرم با سل دو هستی تخم زمیمه‌ایه که تریپلویده و بعدا میتوز میکنه و میشه اندوسپرم تریپلوید. واسه همین میگن لقاح نهاندانه مضاعف. پوسته دانه نکته چار، همون پوسته تخمکی، هر چی ماده وراثتیه پوسته دانه هر چی بود معادل با هم پوسته تخمک در نظر بگیریم. خب بذارید این سوال جواب داره بچه ها، خب صفحه بعد جوابش هست، ولی من الان چیز پن ندارم که بتونم دست به قلم شم، واسه همین یه ژنتیک گیاهی گذاشتیم اینجا، خودت بخونی هم کامل میفهمی با توجه به سبز و زرد و قرمزی که من کردم اینجا، ولی خب حالا من الان دست به قلم نمیشم سرش، این یه دونه مثال بمونه. گرچه من تو ژنتیک بهتون این قسمت ژنتیک گیاهی رو گفتم، ولی دوباره برخواهیم گشت به این قسمت موقعی که پنم درست بشه، برمیگردیم ان شاءالله. من تا فردا سعی می‌کنم پنم درست کنم، نشد که دیگه میره هفته بعد برم از تهران بخرم. نه اتفاقا داشتم به این فکر کردم که شادمهر پریشب به این دست داد و من دیروز سر کلاس با این داشتم می‌نوشتم و بعد دیگه از دیروز سال کسی به این دست نزده بود، ولی الان دیگه هیچیش روشن نمیشه، نمیدونم چرا عجیبه بسن. نشد بهت بخرم دیگه، یه پنه دیگه، میریم خودکار فروشی میگه یه پن بده، البته 2 میلیون پولشه.
اصلا این لپتاپ من امسال ورشکست کرد، هرچی در آوردم ریختم تو این لپتاپ، پیر کرد منو. پین دیگه چی؟ این چی داره به 3 میلیون واسش پول بدی؟ 2 میلیون بدی؟ نمیدونم واقعا به اینجا هم رسیده، به اینجا یکم دیگه عوض میکنم اینو، به امسال عوض میکنم. یه واقعا اصاب ندارم، هی امروز شارژش خراب میشه، فردا تاچش خراب میشه، پس فردا پنش خراب میشه، میرم یکی دیگه میگیرم. والا اینا خرج این کردم، تا حالا خرج خودم کرد بودم اصلا یه داف جلوتون نشسته اصلا بکوبم بسازم برم بالا. بکنم اصلا من 30-40 میلیون هزینه می کردم واسه قیافم. اوها، وقتی 30-40 میلیون هزینه می کردم واسه قیافم خیلی بهتر می شد دیگه. اشتباه کردم. خب میگه که بریم سراغ ادامه. گلها و گرد افشانها، گلها و گرد افشانها. خب حالا کی گرد افشانی انجام میده؟ بسه. میگه جانورانی که گردها رو از گلی به گل دیگه منتقل میکنن به اسمشون از گرد افشان. پیکر این جانوران آقا یه چه میدونم خورتومش رو داره میکنه اون تو داره میخوره، یعنی نمیدونم منقارش رو داره میکنه اون تو، یا یه کوفت و زهرماری داره میکنه تو گل، میخواد شهدش رو به مکه، یه مقداری از این دانه های گرده رو با خودش برمیداره میبره میشنه روی گل دیگه، دوباره میکنه تو اون یکی گل دیگه، دوباره این دانه گردهایی که از این گل برداشته میبره اونجا، اینجا دوباره یه سری گل دیگه میبره اونور، پخش پخش و پلا میکنه گلها رو، دانه گردشون رو. به این ترتیب میگه دانه گرده از گلی به گل دیگه میره. حالا چی باعث میشه اصلا جانوران گرده افشان جلب بشن؟ میگه رنگ های درخشان، بوهای قوی و شهد گلها، رنگ و بو و شهد. رنگ که به خاطر گل بلکه، بو و شهد هم که حالا به خاطر ساختار دو سوم و چهارم. میگه زنبورای عسل گلای رو گرده افشانی میکنن که شهدشون قند فراوانی داشته باشه. قند فراوان. خب زنبور اصلا همونی بود که فرابنفش هم میدید و مادهش بکزایداش نرش هاپلوید بود، میتوز گامت میداد. میگه این گلها علائمی دارن که فقط در نور فرابنفش دیده میشه و زنبور رو به سوی شهد گل هدایت میکنن. واسه همین زنبور اصلا گیرنده فرابنفش تو فصل 2 دهم، فصل 2 11 داشت، مثل گل قاصد. گرد افشانی بعضی گیاهان وابسته به باده، مثل بلوط چون فاقد رنگ درخشان و شیر قویه و سگم طرفش نمیره. این گیاهان تعداد فراوان گلای کوچیک دارن و فاقد رنگ درخشان و بوی قویه. نکن این تو بودی حشره بودی میرفتی سمت این؟ نه خر نیستی که حشره ای. اوکی خر رو میره سمت اینه چون خره نمیفهمه که حالیش نمیشه و اینکه میره اینو میخوره، اصلا به فکر گردافشانی اینا نیست، خر و چوب گردافشانی. حالا آقا میگه اینا چون گل برگ و اینا ندارن، باد مجبوره واسه شون گرده هاشون رو جابجا کنه. یه نکته هم گذاشتیم، خفاش که از پستانداران است شبا تغذیه میکنه، گردافشانی گلای سفید رو انجام میده که شبا باز میشن. اون گلایی که سفید رنگن چون تو شب بهتر معلومن، خفاش گرده افشانیشون رو بر عهده میگیره. گل قاصد رو اگر نگاه کنی شکل زرد و اون کنارشون شکلیه که با پرتو فرابنفش عکس گرفتن، میبینی که زنبور عسل شکل ب رو میبینه. ما اگه شکل الف رو میبینیم، زنبور عسل شکل ب رو میبینه. اون واسه گرده افشانی نیست که، اون واسه تکثیر گیاهانه. صحبت ما گرد افشانی بود. پس درخت بلوط
رو، درخت بلوط رو، درخت بلوطی این شکل، گل درخت بلوط، باد گرده افشانش رو انجام میده. اوکی یه نفس بگیریم بعد بریم سراغ گفتار سه. چیز خاصی هم نداری گفتار سه. خب تا دول زود دن پرشکا از سال 3-4 نمیشه؟ چرا نمیشه؟ دوستای من، شاگردای من دن پرشکا بودن بشتن پول در میارم. چهار دیگه یک پیام بود. چی میگی بابا؟ جزوه جانوری تو آموزشگاه فکر نمی کنم چاپ باشه، چاپ شده باشه. کلاس امروز تو 12 بله میدن پرشکی بگیر نگیر خیلی ها مطب زدن جمع کردن بگیر ازش. کم تایم کلاس؟ کلاس شما چند ساعت هست؟ خب بگو چاپ کنم دیگه. دندون پزشکی هم بستگی به کارت داره دیگه. ببین میری توی دانشگاه خب یه سری رشته ها مثل دندون پزشکی، مثل دام پزشکی، مثل پزشکی خیلی زیاد به مهارتت بستگی داره. یعنی چی؟ یعنی اون هنری که تو تونستی کار یاد بگیری یا نه. بعد یه سری مواقع هست تو باید یه سری چیزهای دیگر رو کنار کارت بلد باشی. مثل چی؟ مثل اینکه تو وقتی به عنوان دندون پزشکی میری توی کار، تو به عنوان دندون پزشک میری داخل، این باید بلد باشی، در نظر داشته باشی که خب جذب مشتری و اصلا جذب اولیه مشتری خیلی مهمه. جذب اولیه مشتری تو دانشگاه بهت یاد نمیدن، یعنی مشتری جذب کردن بهت یاد دادن که اونو با اون همه کتابایی که حالا من بهتون معرفی میکنم اینا. ببین نمیتونیم این شکلی بگیم که حالا ما پزشکمون رو عوض نمیکنیم. یه سری هستن که خب واقعا کارشون اوکی خوبه طرف و هم کارش بده، مثلا 2-3 سال یه دندون رو یکی میکاره 10 سال سالم میمونه، 20 سال سالم میمونه، یکی نه یه دندون میکاره سال بعد 2 سال بعد خراب. خب اوکی این دکتر 2 سال مشتری داره، ولی سال سوم دیگه مشتری خبر نیست، پیشش نمیره. یکی میره مثلا من برم پیش دکتر دندونمو درست کنم، پر کنم، بعد ببینم 2 سال بعد خراب شده. خب من خرم برم پیش اون دکتره، میگم آقا این حالیش نیست، این گاو، اون سری اینقدر ان تومن وقت گذاشتم، اینقدر وقت، اینقدر پول دادم واسهش، بعد آخرش دوباره خراب شد، دوباره مجبورم برم درد بکشم، دوباره پر کنم، دوباره پر کنم. خب نمیرم پیشش. چقدر درآمد دارم ماهانه؟ این هر کی به سبک خودش بستگی داره. یه دندون پزشک هست من میشناسم، دندون پزشک هست چه میدونم ماهی 1 تومن درآمد داره، دندون پزشک هم هست قشنگ ماهی در حد 200-300 میلیون بس درآمد داره. این دیگه به خودش بستگی داره. 1 تومن 200-300 تومن آره این هم هست، ولی بازم ریسکش سر این هم بخونی که بعد شاید کارت بگیری. خب به نظر خودت الان یه چیزی رو در نظر بگی، چه کار دیگه ای انجام بدیم، چه کار دیگه ای انجام بدیم که نه حالا نمیگم 1 تومن خیلی داغون بود، عدد کمی بود، مثلا 5 تومن درآمد داره، یکی از ماهی 200-300 تومن درآمد داره. تدریس میگه تدریس
به نظر شما چه کارهای دیگه میشه انجام داد الان تو این حالت مملکت؟ آره منم گفتم 2300 تومن هم داره کارواش میزنم داره اختلاس داره کل پناهندشی بلاگرشیم سایت شرط مندی آره بورس اینستا مکانیک ساقی میشم دختر دل به چی؟ مدل میشیم کاری به پول دار رفت کاری که لذت بریم. خب ببین الان یه سه چیز گفتیم، مثلا گفتیم تدریس، من معلم کنکورم اوکی. 7 سال الان تقریبا امسال سال دهم دارم درس میدم، امسال سال دهم درس میدم. این سال اول چقدر کازم قلمچی بشیم، زن یه آدم پولدار بشیم، دوست بشیم، واقعا بر خودم متاسفم. فزانه برداره آقا من 10 سال دارم درس میدم. و اینکه خب شما الان یه سری تاریخچه منو از اول میدونید تا اینجا که خب من از شهر کوچیک شروع کردم، بعد خود تهران شروع کردم، کار کردم، بزرگ شدم، پروازی شدم، بعد اومدم توی ساری موندگار شدم. خب حالا فکر میکنم اصلا اون اول معلم کنکور میشی همه چی گل و بلبله و نمیدونم همه چی اوکی و اینا، نه جون دل واقعا این شکلی نیست. معلم کنکورم که میشی اون اولش اول هم باید بشین جزوه بنویسی، دوما اولین شاگردی که میخواد بیاد پیشت، سوما اولین شاگرد آیا کارش خوبیه نه، سوما کتاب تغییر میکنه به فنا میری، 1404 دوباره قرار کتابو تغییر کنه، 1404 قرار کتابو تغییر کنه و دوباره بیچاره. بعد چه اتفاقی میفته؟ حالا شاگرد گرفتی، بتونی شاگرداتو بیشتر کنی، خوب کار کنی، یه چیز متفاوت داشته باشی، مافیای بانبازیه، نمیدونم اینو اون بخوای بیه بالا فلانی میزنتت، فلانی از ریشه خرابت میکنه، اون یکی معلمه مثلا اصلا درس فیزیکه، درس شیمیه، درس ریاضیه، میاد علیه تو بعد میگه، فلان مشاور میگن نری پیش فلانی بدبخت میشه، همه اینا هست. شما الان شما نمیدونید مثلا چه مافیای سنگینی هست توی تدریس، که مثلا من که توی تهران بودم اوکی درآمدم از ساری بیشتر بود، ولی مافیا انقدر قدرتمنده که نمیذاره تو از یه حدی بیای بالاتر. خب واسه همین خب تصمیم گرفتم پروازی بشم و حالا موندگار شدم تو ساری. ولی این ولی الان این قضیه اینو باید نگاه کنیم که معلم کنکور شدن به همین راحتی نیست واقعا. کار خوب باشه بتونی مثلا اصلا قدرت بیان خوبی داشته باشی، هر کسی نمیتونه قدرت بیان خوبی داشته باشه. دانشجو تو جذب بشه سر کلاس. شما الان سر کلاس منی، من یک ساعت بعد سر کلاس فلانی. آیا اون با همین انرژی درس میده؟ با همین قدرت درس میده؟ خب خودت هم میدونی یه سری وقتا واقعا یه سری خسته کنندن یه سری آدما. و اینکه قدرت بیان خوب داشته باشی، سوادت خوب باشه، همه اینها همه اینها خیلی موثره تا بخوای معلم کنکور بشی. ولی یه سری چیزا مثلا یه سری به نظر من کلا ببین الان اکثرا سر کلاسین و حالا میدونم یه شاید 60 70 80 نفر نیومدن سر کلاس، ولی همین 120 نفری که الان سر کلاسین، یکی از اولین چیزهایی که باید بلد باشین تو زندگیتون انسان شناسیه و اینکه اصلا بتونید قدرت ارتباط اجتماعی بالا داشته باشی. تو هر رشته‌ای که باشی، تو هر رشته‌ای که باشی باید قدرت ارتباط اجتماعی بالایی داشته باشی. اگه فن بیان خوبی نداشته باشی، اگه اکت خوبی نداشته باشی، اگه نتونی با مردم خوب برخورد کنی، مطمئن باش که تو هر شغلی که بری، تو هر شغلی که بری خراب می‌کنی. من میگم اگه می‌خوای کارگرم باشی، باید قدرت ارتباط اجتماعی بالایی داشته باشی. اگه میخوای
پرستارم بشی، اگر میخوای معلمم بشی، اگر میخوای به قول شما مثلا نمایشگاه ماشین آخرین مورد بشی، باید بتونی فن بیان خوبی داشته باشی، ارتباطشون. اینا رو تو هیچ کتابی تو مدرسه بهت یاد نمیده، هیچ کلاسی هم واسهش تو مدرسه اینا واسهت نیست، تو هیچ کلاسی هم نیست، ولی خودت میتونی ارتقا بدی. خب خودت میتونی ارتباطات اجتماعی تو ارتقا بدی، کلی کتاب هست که میتونه این کار بکنه. آقا اسم چیز نکن، اسم تو اسم خودت بذار، نمیشه یا علی مدد یا علی اسم مدد میدازم بیرون و دیگه نمیتونی بری تو، بعد کاری نداره واسه من پیدا کردن اینکه کی با چه آیدی اومدی، یا اصلا هیچ کارو سختی واسه من نیست، و اینکه من مثل بقیه معلماش نیستم که بلد نباشم کار با لپتاپ اینا. سعی دو تا تیکت میدم به اسکای روم، آی پی تو در میارم فلان، خودت عوض کن، مسخره بود سکی دستان جا ندید. اینو میخواستم به تو بگم، بعد کنکورتون خب یه سری کلاس، یه سری دوره های کتابخوانی براتون میذارم، اونایی که کنکورشون رو میدن و میرن دوره کتابخوانی براتون میذارم که حالا با کمک خودم هستن یه کمپین کتابخوانی رو میدازم، و این کمپین کتابخوانی باعث میشه که شما ارتباطاتتون بره بالا. این کمپین کتابخوانی، خب کتاب الان گرون شده، ولی سعی میکنم با بودجه شخصی خودم بیام نزدیک به 100 تا 200 تا 300 تا کتاب بگیرم و این 200-300 تا کتاب درد بخور و بین بچه ها پخش کنم، اونایی که کنکورشون رو میدن و وقت دارن تابستون، و اینکه وقتی کنکورتو دادی رفتی داری میری تو اجتماع، بتونی با شرکت تو این کمپین کتابخونی، حالا اگه مثلا شد کرونا کمتر شد اینا، ماهی یه بار حتی مثلا یه جای مشخص کنیم، مثلا دور هم بشینیم و هم دیگر ببینیم، هم به نقد و بررسی سه کتاب بپردازیم و ببینیم که آقا شما قرار نیست که کنکورتو دادی میری تو اجتماع حالا تازه صفری، دکتر هم که بشی با صفری، چجوری میخوای خودتو بکشی بالا تو این جامعه گرگ محور، تو این جامعه که یه مش گرگ بیرونن. اونجا من تا جایی که در توانم باشه و میدونم که میخوام یه کاری کنم که یه جامعه سالمتر به زعم خودم بسازم، تا جایی که میتونم واسه تو مفید باشم و یه جامعه سالم بسازم. اگه من بتونم 100 تا آدم درست، نه زیست چیه، کتاب در مورد زندگی، 100 تا آدم درست حسابی بیارم بالا و شما هر کدوم بتونید 100 تا آدم درست حسابی بیارید بالا، اون موقع میتونی یه جامعه قدرتمند بسازی. اوکی، حالا این از کاری که میخوایم انجام بدیم امسال تابستون، این کار رو سعی میکنم انجام بدم، قطعا این کار انجام میدم و پارسال میخواستیم انجام بدیم نشد، ولی امسال 100% این کار رو انجام میدم. بعد کنکورتون همچنان با مایید، مطمئن باشین امسال انجامش میدم. یادم هست میرم از تهران کلی کتاب میخرم و یه آرشیو بزرگ کتاب درست میکنیم، یه کتاب خونه بزرگ. بریم سراغ درس. از الان بخونیم قبولیم، به همه درست بسیل داریم، بریم سراغ درس. خب گفتار 3، از سلول تخم تا گیاه. آقا بریم سراغ این قسمت، من پنو برمیدارم همش. گفتیم که تخم از لقاح یکی از اسپرم ها و تخم ها تشکیل میشه. چجوری میشه گیاه؟ میگه رویان. اول دیدیم که رویان میگه از تقسیم پی در پی سلول تخم تشکیل میشه. در نخستین تقسیم تخم دو سلول بزرگ و کوچک ایجاد میشه. اون سلول کوچیکه، اسمش میشه رویان، اون سلول بزرگه میشه اتصال دهنده رویان. تقسیم میتوزه، پس از لحاظ ماده وراثتی فرقی نداره. الان ما میخوایم بگیم که رویان میشه ساقه رویانی، ریشه رویانی و برگ رویانی یا لپه. خب ریشه رویانی، برگ رویانی و ساقه رویانی، اینا از لحاظ ماده ژنتیکی با هم هیچ تفاوتی ندارن،
خب میگه لبها بخشی از رویانن، ساقه و ریشه رویانی هم تو انتهای رویان تشکیل، در دو انتهای رویان تشکیل میشه. جای ساقه رویانی رو بلد باش، جای جاگذاریه رو بلد باشا، جاگذاریه رو بلد باش، بدون چی به چیه. من تو اون شکلی که تو برگ آسه بود قشنگ، آها تو این شکلی که اینجا هست قشنگ واسه مشخص کردم چی به چیه، با رنگ مشخص کردم، جاشو بلد باش. خب حالا میگه یه پوسته داریم، پوسته تخمک قرار بشه پوسته دانه، پس از لحاظ ماده وراثتی پوسته دانه و پوسته تخمک باید شبیه هم باشه، از لحاظ ماده وراثتی باید شبیه هم باشه، یعنی به لقاح اینا هیچ ربطی نداره. من اینو چند تا تست براتون حالا سر کلاس خودتون بررسی خواهم کرد، از این قسمت ژنتیک گیاهی الان پن ندارم. خب میگه بنابراین دانه چیا داره؟ پوسته داره، پوستش از پوسته تخمک اومده. رویان داره که دیپلویده، و ذخیره غذایی داره که تریپلویده. وقتی دانه نابالغه، وقتی بالغ میشه دیگه این شکلی نیست. میگه ذخیره غذایی هنگام رشد رویان به مصرف میرسه. رویان از چه بخشی تشکیل شده بیم بررسی کنیم. حالا میگه ممکن است اندوسپرم به عنوان ذخیره دانه باقی بماند، یعنی این سینه باقی بمونه، یا جذب لبه ها بشه. یعنی دانه بالغ لوبیا، دانه بالغ لوبیا دیگه کنار خودش، دیگه کنار خودش بخش سئن نداره، بخش دو ان داره همش، ولی ذرت کنار رویانش سئن هم میتونیم ببینیم. خب حالا توی دو لپه ها، لپه وظیفش ذخیره مواد غذاییه، تو تک لپه ها لپه وظیفه داره. هایلایت آبی تو تک لپه ها نقش لپه چیه؟ نقش لپه انتقال مواد غذایی از اندوسپرم به رویانه، رویان در رشته. پس نقش لپه تو تک لپه دو لپه فرق میکنه جون دل. تک لپه وظیفه این چیه؟ تک لپه وظیفش اینه که مواد غذایی از تو اندوسپرم برسونه به رویان، ولی دو لپه لپه وظیفشون ذخیره مواد غذایی. خب میگه در دانه لوبیا مواد غذایی اندوسپرم جذب لپه ها و اونجا ذخیره میشه، لپه بخش ذخیره دانه رو میسازه. به لپه برگ های رویانی هم میگن. چرا؟ چون تو بسیاری از گیاهان گلدار از خاک بیرون میاد و به مدت کوتاهی فتوسنتز میکنه. ببین به مدت کوتاهی فتوسنتز میکنه، کوتاه. حالا دانه تک لپه دو لپه رو بررسی کردن، تفاوت‌هاشو جلسه قبل گفتم که این دانه اینجا، این دانه لوبیا که اینجا داریم می‌بینیم نوشته باقی مانده اندوسپرم بره، این دانه دانه نابالغه و دانه بالغ دیگه اندوسپرمی داخل خودش نداره. خب اما رویش دانه که خیلی از قسمتاش به یعنی اصل ترکیبی ها داره با فصل 9 بررسی خواهیم کرد تو جلسه آینده. میگه رویش دانه، من اشاره کنم جلسه آینده رو بهتون توی گروهتون امشب، امروز و امشب اطلاع رسانی میکنم، پس تو گروهتون جلسه آینده رو چک کنید، امشب حتما واتساپاتون رو یا تلگراماتون رو چک کنید که بهتون اطلاع میدم. میگه رویش دانه، پوسته دانه ها معمولا سخت است. به نظر شما پوسته دانه از چه نوع سلولی تشکیل شده؟ پوسته دانه رویان رو تو در برابر شرایط نامساعد محیطی و صدمه های فیزیکی شیمیایی حفظ میکنه. گفت معمولا سخته، از چه نوع سلولایی؟ از جنس سلولای اسکلورانشینه. نه حفظ کن، چه خاصی نداریم توی این، حفظ کن، حفظ کن، فقط باید حفظ کن. هر میگه پوسته دانه رویان در برابر شرایط نامساعد صدمه فیزیکی و شیمیایی حفظ میکنه. وقتی پوسته دانه، مادامی که پوسته دانه کاملا سالمه، نمیذاره آب و اکسیژن اینا بره برسه به رویان، ولی وقتی پوسته دانه آسیب میبینه، اون موقع آب و اکسیژن اینا میرسه به رویان، ترک برمیداره میرسه به رویان و رویان رشد میکنه. اوکی؟ رویان رشد میکنه.
میگه به صورت گیاهی کوچک که بهش میگن دانه رست، از دانه خارج میشه، میگن که دانه رویش یافته. اولین قسمتی که خارج شد ریشه خارج بشه دیگه، غالبا که بتونه جذب کنه. دانه برای رویش به آب و اکسیژن و دمای مناسب نیاز داره. پوستش که شکاف برداره اکسیژن میرسه بهش و میتونه از ذخایر غذاییش استفاده کنه تا بتونه رشد کنه. سلول‌هایی وجود داره توی رویان به اسم سلول‌های بنیادی یا سرلادی یا مریستمی که بافت زمینه‌ای و بافت روپوستی و بافت آوندی رو می‌سازن. خب حالا میگه نهاندانه‌ها بر اساس اینکه لپه‌شون تو خاک بمونه یا خارج بشه میگن رویش زیرزمینی داره و روزمینی داره، ربطی به تک لپه دو لپه بودنشون نداره. میگه ذرت که تک لپه است و نخود که دو لپه است، لپه ها تو خاک میمونن. یعنی ربطی نداره تک لپه یا دو لپه باشه تو خاک بمونه، بره ذرت و نخود تو خاک میمونه، زیرزمینی رشد میکنه، لپه هاش زیر زمین رشد میکنه. لوبیا پیاز لپه از خاک خارج میشن، رویش رو زمین داره. لوبیا و پیاز شاید بتونه لپاش فتوسنتز کنه، ولی ذرت و نخود هیچ وقت فتوسنتز نمیکنه لپاش، چرا؟ چون زیر خاکه، فتوسنتز نداره که. اولین بخشی که خارج بشه ریشه باشه، چون میخواد مواد رو جذب کنه. گیاه گلدار میگه بعد از مدت زمانی رشد رویشی، یعنی تولد برگ، شاخه و ریشه های جدید، گل، میوه و دانه میدن. میوه این فعالیت رو اومدم توضیح دادم. میگه گفتیم که تخمک ها به دانه تبدیل میشن. خب تخمک شد دانه. میوه، اون میوه که الان جلوت میذاره مامانت سر کلاس زیست داری میخوری، اون میوه چیه؟ میگه میوه از رشد و نمو و بقیه قسمت های گل تشکیل میشه، یا از رشد تخمدان تشکیل میشه، یا اصلا از رشد نهنج و جای دیگه. مثلا اگه از رشد تخمدان تشکیل بشه بهش میگن میوه حقیقی. میوه حقیقی مثل هلو، مثل انجیر. اوکی، این شکل الف نیا کن، هلو رو دور این دانه تخمدان رشد کرده شده میوه. اما میوه کاذب چیه؟ میوه کاذب قسمت دیگه گل هست. مثل چی؟ مثلا سیب، توت فرنگی. سیب نهنج رشد کرده، نهنج که زیر گل هست رشد کرده اومده بالا شده میوه، نهنج که زیر گل هست. یه فعالیت هفت داریم، برچه ها رو در میوه ها میتونیم تشخیص بدیم. تعداد میوه رو انتخاب کردیم، برش ارزی داریم. کدام میوه فاز تخمدان با دیوار برچه ها به طور کامل تقسیم شده؟ الان تو خیار تقسیم نشده، ولی توی اون فلفل دلمه ای و توی پرتقال تقسیم شده. این سوال ترکیبی ها رو مال فصله بعد دوازدهمه، الان فعلا کار خاصی باش نداریم، به فصل بعد خیلی شرط داره. تا قبل از شکاف براشن پوستی ها تخمیر انجام میدیم به مقدار اندکی. خب اکسیژن داره واسه خودش، نه تخمیر انجام نمیدونیم در واقع. سیب چند برچه ایه؟ سیب چند تا برچه داره؟ آره دیگه چند تا برچه داره. خب کتاب جایی اشاره نکرده، ولی خب پراکنش، پراکنش، پراکندگی، پراکنش میوه ها. میوه ها علاوه بر حفظ دانه در پراکنش آنها نقش دارن. باد و آب و اینا رو حمل میکنن. میگه یه موقعی ممکنه یه میوه نارس باشه، بعد اینکه جونورا نمیخورنش چون هنوز دانش کامل نشده، دانه هاش هم نارسه، واسه هم نباید بخورنش. اوکی. یه از طرفی جانوران با خوردن میوه رسیده در پراکنش دانه ها نقش دارن. پوسته بعضی دانه ها چنان سخت و محکمن که حتی در برابر شیرهای گوارشی جانوران سالم میمانن. رنگ درخشان میوه رسیده جانوران رو به خود جذب میکنه. یکی از دانه هایی که یه حیوان میخوره اسمش هست قهوه. یکی از گرونترین قهوه های دنیا رو میدونی کی تولید میکنه؟ فیل تولید میکنه. میان دونه های قهوه رو میدونم فیل میخوره، ولی پوسته دونه رو لوله گوارشش میگیره تجزیه میکنه،
با مدفوعش قهوه رو میده بیرون، بعد میان قهوه رو دونه‌هاش از توی مدفوع فیل برمی‌دارن میشورن، بعد بسته‌بندی می‌کنن که از گرون‌ترین قهوه‌های دنیاست. نمی‌دونستین؟ زرشک. آقا دانه قهوه رو میدن فیل، بعد فیل این لوله گوارشش، آنزیمای گوارشش مناسبه واسه تجزیه اون پوسته دانه. خب بعد که مدفوع کرد فیل، دونه های قهوه ازش برمیدارن و چیکار میکنن؟ اون قهوه تو ایران نمیدونم هست یا نه و خیلی گرون هستن. اون قهوه، این قهوه هاییست که ما میخوریم. آره چرا نشه؟ نمیدونم، اون قهوه تو ایران نیست و منم که نشینم تا حالا جایی بفروشن اصلا. ما ارزونا رو میخریم. فیل حیوان خوبیه. خب گروناش این، اما فکر کن تازه گروناش اینه، ببین داغوناش رو میدن احتمالا سگی چیزی میخوره. خب بریم سراغ کار خودمون. واقعا خبر نداشتیم؟ بریم سراغ کار خودمون. میگه برچه ها رو میتونیم در میوه تشخیص بدیم. پرتقال و فلفل دلمه چند تا برچه دارن؟ فضای تخمدان و دیوار برچه ها به طور کامل تقسیم شده. تو خیار برچه ها دیوار بندی نشده. اینایی هم که دانه هاشون مثل یک که قاصدک بشه، چهار که بال داشته باشه میتونه پرواز کنه، ولی دو سه به درد چسبیدن میخوره، میچسب مثلا روز کله این سگه، بعد میره این برمار پس بشه. میوه بدون دانه داریم؟ میوه بدون دانه دو حالت ممکنه بچه، میوه بدون دانه به وجود بیاد. ببخشید دستم خورد. میوه بدون دانه دو حالت ممکنه به وجود بیاد، یا اینکه لقاح انجام داده بعد که لقاح انجام داده دانه هاش نتونستن رشد کنن و مردن. خب یا نه با هورمون ها یه کاری کردیم با هورمون زدیم به یک گیاهی، این گلش بدون لقاح شده میوه. اوکی پس دو حالت هست. میگه بنابراین اگر لقاح انجام نشه دانه هم انجام نمیشه، پرتقال بدون دانه این شکلی به وجود میاد. برای تشکیل چنین میوه هایی به تنظیم کننده رشد هورمون نیاز داریم که فصل بعد خواهیم خوند. هورمون مثلا اکسین و جیبرلین این کار انجام میده. خب یا نه لقاح انجام میشه، مثلا آقا میوه بدون دانه، موز بدون دانه داریم، یه موز دانه دار داریم یه موز بدون دانه داریم. موز دانه دار اون موزیه که قابل خوردن نیست اصلا، مثل موز کوچولو هم توشون کل دونه های سفتی هست که اصلا بافت موز دیگه دیده نمیشه و اینها اصلاح ژنتیکی شدن و الان موزهای سه ان به وجود اومدن که نازا هستن. و میگه حالا اگر لقاح انجام شود اما رویان قبل از تکمیل مراحل رشد و نمو از بین برود، دانه های نارسی تشکیل میشه که ریزن و پوسته نازک دارن. خب یعنی میوه تشکیل میشه، لقاح هم انجام شده، ولی این دانه ها میگه رویان قبل از اینکه بتونه کامل رشد کنه و دانه سالم بسازه این از بین میره رویان و دیوارش اینگه یه پوسته خیلی نازک داره. الان تو موز میخوری توش این دانه های ریز هست و اینا اون دانه های مردن در واقع نتونستن رشد کنن، واسه همین میگیم نازاست، سه اینه. خب نظر شما تشکیل میبدون دانه در طبیعت پدید رایج نه اتفاقا پدید به ندرت تیپ میشه. موضوع میکنیم نمیدونم، منم نخریدم ولی فکر نکنم میخوام. موزی که زرد نباشه میخوای چیکار؟ با زردش حال نمیکنی؟
موز نرسیده میگه سبز، مثلا موز آبی، موز مشکی، بمونه مشکی میشه. بنفش حرکت هم میکرد، نمیدونم والا. بریم سراغ قسمت بعد. بریم سراغ قسمت بعد. عمر گیاهان چقدره؟ میگه طول عمر گونه‌های متفاوت گیاهی فرق میکنه با هم دیگه، ممکن است از چند روز تا چند قرن باشه. خب میگه که معمولا طول عمر درخت ها که سرلاد پسین یا مرسن پسین دارن از گیاهان علفی بیشتره. خب سرلاد نخستین و پسین و اگه یادت نمیاد فصل 6 گفتار 3 رو تو اینترنت هست، تو همین سایت دونات آکادمی هست، برو نگاه کن. سرلاد مریستم نخستی، مریستم پسین اونجا درست دادم. خب مریستم پسین واسه افزایش رشد ارزی بود، مریستم نخستین ها واسه افزایش رشد طولی بودن بیشتر، کمی ارزی. مریستم پسین ها که شامل کامبیوم آونساز و کامبیوم چوب پنبه ساز بودن واسه افزایش رشد ارزی بودن. کامبیوم آونساز آوند چوبی رو به سمت داخل، چوبی پسین و آوند آبکش پسین رو به سمت خارج می‌سازه. کامبیوم چوب پنبه ساز به سمت داخل سلول پارانشی میسازه و به سمت خارج سلول هایی رو میسازه که میمیرن و چی میشن؟ به سلول چوب پنبه تبدیل میشن. خب گیاه یک ساله داریم مثل گندم و خیار یک سالن، همون سال اول هم رشد رویشی داره هم رشد زایشی. در واقع ما دو نوع رشد رو میخواییم بررسی کنیم، رشد رویشی و رشد زایشی. رشد رویشی وقتیه که رشد رویشی وقتیه که ابعادش داره زیاد میشه. رشد زایشی وقتیه که داره گل میده. خب گل میده. گیاه گندم و خیار همون سال اول که رشد رویشی داره همون سال اول رشد زایشی هم داره و بچه دار میتونه بشه. گیاه دو ساله داریم، سال اول فقط افزایش ابعاد داره، سال دوم هست که هم افزایش ابعاد داره هم گل میده. مثلا شلغم و چغندر قند میگه در سال اول رشد رویشی دارن و مواد حاصل از فتوسنتز در ریشه آنها ذخیره میشه. سال دوم گل میدن. خب سال اول رشد میکنه میاد بالا و اینکه مواد رو توی خودش میتونه ذخیره کنه، مواد توی ریشهش یا ساقش میتونه ذخیره کنه و سال بعد میتونه موادی که سال اول ذخیره کرده استفاده کنه، اوکی، که گل بده. یه چند ساله هم داریم که میگه سالها رشد رویشی دارن. یه سری هستن، یه سری از گیاهان چند ساله هستن که هر سالی که رشد رویشی دارن هر سال رشد زایشی هم دارن، یعنی گل هم میدن. پیوند تو گفتار یکی هنوز نگفتن. میگه میتونن همزمان هر سال هم رشد رویشی داشته باشن هم رشد زایشی داشته باشن. درخت ها و درخت ها چند سالن تا چند قرن هم میگه زندگی میکنن. یه سری از گیاهان هستن رشد رویشی، چند سال رشد رویشی دارن، فقط یه بار گل میدن و بعد میمیرن. گیاه چند ساله قرنز، هر گیاهی که هر سال داره رشد رویشی میکنه رشد زایشی هم داشته باشه، ممکن چند سال رشد رویشی داشته باشه بعد یه یک سال رشد زایشی میکنه و میمیره. خب مثل گیاه آگاو که بعدن خواهید خوند. میگه زنبق مثالی از چنین گیاهان است و دارای زمین ساقه است. گیاه علفی چند سالگیه؟ ما هم چوبی چند ساله داریم، علفی چند ساله داریم. چوبی ها کلن چند سالن، ما چوبی دو ساله یه ساله نداریم، ولی علفی ها میتونن یه ساله باشن، میتونن دو ساله باشن، میتونن چند ساله باشن. زنبق مثال چند ساله هاست. میگه داره زمین ساقه است، زمین ساقه رو تو گفتار یک خواهیم خون، یعنی دوباره برگردیم سراغ گفتار یک. گفتار یک گفتار حفظی خیلی بیشتر به حفظیات برمیگرده. اینجا هم یه نمودار گذاشتیم که راحت بتونیم اینا رو با همدیگه مرور کنیم. این
گفتار سمونم تموم شد. خب گفتار سمونم بچه تموم شد و اینکه یه لحظه صبر کنید. من لینک فیلم گفتار یک رو بهتون میدم، خب، و اینکه فیلم گفتار یک رو بهتون میدم. جلسه آینده که بخوایم درس بدیم گفتار فصل 9 رو درس میدیم که من فصل 9 رو بهتون میگم کجا باید با هم بخونیم. این رو حتما، این چیزی که براتون درس دادم رو حتما خوب بخونید، تو ذهنتون باشه بچه ها. گیاهی هم دیدیم که با هم چیز سنگینی نبود. امیدوارم که سالم و سلامت بشین. ایام بکام، قسلم نباشین. من بهتون جلسه بعد تو گروهاتون اطلاع میدم. اوکی، قربونتون برم، قسلم نباشین بچه ها. متشکرم.